بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و شما خوبان که همین لحظه تصویر ما را از طریق تلویزیون نگاه در برنامه کنکور در خانه میبینید. من دکتر انور یاسا، همکار شما عزیزان در بخش کیمیا و بیولوژی. دوستان عزیز، ما تلاش میکنیم، من و سایر همکارانم در این برنامه، تا تمامی مشکلات مضامین ساینسی شما متعلمین و تمامی شما کنکوریان عزیز را در این برنامه حل بسازیم. پس اگر میخواهید در کنکور بدرخشید، نمره های بلند در کنکور بگیرید و برشته های دلخواهیتون کامیاب شوید، ما را تعقیب کنید در برنامه کنکور در خانه. انشاءالله تلاش میکنیم تا این برنامه را خیلی عالی و درسای شما عزیزان را عالی پیش ببریم. اولین موضوع امروز دوستان عزیز، میخواییم روی موضوع کیمیا صحبت کنیم. اولین درس خود را نیز از تعریف علم کیمیا آغاز میکنیم. دوستان محترم، همانطور شما میبینین تعریف علم کیمیا مشخصا روی چهار موضوع بحث میکنن که عبارت از: یک، ساختمان مواد، دو، خواص، سه، ترکیبات، چهار، تغییرات کیفی ماده بحث میکنند. کیمیا علمی است که از چهار موضوع: ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی ماده بحث میکند. گپ از تغییرات زدیم و همچنان اینجا شما عملا میبینید دوستان، هیدروژن همراه با اکسیژن که با حالت گاز هست، هر دویشان با هم تعامل کرده مولکول آب را ساخته. این ترکیبات را نشان میدهد. در اینجا شما ساختمان مولکولی آب را میبینین که نو اسپی هایبرید در آن بوده، اس پی سی هایبرید و زاویه آن 104.5 درجه و دو جرعه الکترون آزاد میداشته باشد. عرض کردیم کیمیا علمی است ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی ماده بحث میکنند. دوستان، قسمت بعدیش همانطور شما میبینین گفتیم کیمیا علمی است که از تغییرات بحث میکند. پس ضروری است که ما ابتدا تعریف ماده را بشناسیم. تعریف ماده: هر آن چیزی که دارای کتله، حجم، وزن و یا توسط یکی از حواس پنجگانه ما درک شود، ماده نامیده میشود. مثلا سنگ ماده است، هوا ماده است، چوب و آب غیر اجسامی که در اطراف محیط محال ما وجود میداشته باشد، ماده می باشد. قسمت بعدی ما می داشته باشیم که ماده و چند حالت می باشند. دوستان عزیز، ما یک سوال از اینجا می داشتیم، سالهای گذشته یک سال کنکور هم داشتیم، میگم ماده در طبیعت به چند حالت می باشد. ماده در طبیعت مشخصا دارای سه حالت می باشند. این هم سه حالتشان که عبارت از حالت جامد، مایع، گاز می باشد. سالهای قبلی یا سالهای گذشته ما یک سوال فرم از اینجا داشتیم. سوال فرم کنکور آمده بود که ماده در طبیعت به چند حالت یافت میشه. مشخصا میتونه بگیم دوستا که ماده در طبیعت به سه حالت زل یافت میشه که عبارت از جامد، مایع بود. و سوالم شما همونطور در تصویر میبینین که ماده در طبیعت به چند حالت یافت میشود: یک، دو حالت، دو، پنج حالت، سه، چهار حالت، چهار، سه حالت. پس بنابراین مطمئنم شما از تشریحات ما برداشت نمودین که ماده در طبیعت دارای سه حالت می باشن. گزینه چهارم درست است. قسمت بعدی ما می خواهیم بچه ها حالت ماده را مشخصا بگیم. سه حالت هر کدامشان را جداگانه می خواهیم روش بحث نماییم. اولین قسمت دوستا، حالت جامد ماده. ماده در این حالت شکل معین داشته، حجم معین داشته، قوه جذب بین مولکول های آن قوی بوده و فاصله بین مولکول های آن کم می باشد. مشخصا در تصویر شما سه تا تصویر را در اینجا می بینین که عبارت از: یک، هر گناه های در اینجا می بینین، اینا هر کدامشان یک مولکول تشکیل می دهد. پس می بینیم در اینجا این شکل شماره دو، می بینیم که شکلشان معین بوده، فاصله مولکولی بین مولکول ها بسیار کم هست، فاصله بینشان بسیار کم می باشند. بنابراین فاصله زمانی که کم بود، قوه جذب زیاد می باشند. از همین رو گفته می توانیم که ماده شکل معین، حجم معین، قوه جذب بین مولکول ها زیاد بوده و فاصله مولکولی آن کم می باشد. در سال گذشته یک سوال یا دو سوال فرم کنکور ما از اینجا داشتیم. شما در تصویر می بینید سوال های فرمی کنکور سال گذشته. سوال اول که سال 1397 همین سال یک سوال فرم از ما داشتیم، گفته جامدات موادی هستند که داره کدام خصوصیت زل می باشند: یک، شکل معین دارند، دو، حجم معین دارند، سه،
شکل ظرف رو به خود میگیرن، چهار شکل و حجم معین دارن. شما همیشه عزیزان، کنکوریانی عزیز، کنکوریانی محترم، همیشه تلاش کنین مناسب ترین گزینه را انتخاب کنین. شما چهار گزینه دارین، تلاش کنید همیشه مناسب ترین را انتخاب کنین. شما در این سوال فرم اولشان، فرم ولایت غور آمده که ماده کدامش خصوصیت می داشته باشن، گزینه چهارم شکل و حجم معین دارد. سوال بعدیش آمده، در کدام حالت ماده بیشترین قوه جذب وجود دارد؟ ما عرض کردیم که ماده چهار خصوصیت داشت. یک از اون خصوصیات این بود که ماده قوه جذب بین مولکول ها زیاد می باشن و فاصله مولکولیشان کم می باشن. موضوع بعدیش شماره دو، حالت ماده. ماده در این حالت شکل معین نداشته، شکل ظرف را به خود می گیرد، حجمش معین می باشد، قوه جذب بین مولکول های آن نسبتا کمتر بوده و فاصله مولکولی آن زیادتر می باشند. شما در این تصویر دوستان محترم سه تا شکل را ببینید. حالت اول فاصله بین مولکول ها کم می باشند، این حالت جامد ماده می باشند. شماره دو حالت مایع است که مایع در درون یک ظرف است. می بینید مشخصا که خلا بین از اینا بسیار کم موجود بوده و فاصله مولکولی آنها نسبتا زیادتر می باشند. و در شکل شماره سه شما همونطور میبینید حالت گاز است. گونه های سرخ رنگ عبارت از مولکول ها میباشند. میبینیم که در اینجا فاصله بین مولکول آنها زیادتر میباشند. پس اگر مقایسه کنیم در این سه حالت که هیچ وقت از یادتان نرود و فراموش نکنید دوستان محترم. چرا فراموش نکنید؟ باید داشته باشین مضامین ساینسی بلال خصوص یک علم میباشند که این علم را باید یاد بگیرید، نباید حفظ کرد. حتما دوستان محترم، حتما یک قلم کتابچه در پیشتان باشد و موضوعاتی که ما با شما تشریح میکنیم حتما اونا رو یادداشت کنین. خب همونطور گفتیم در این شکل شما سه تصویر میبینین. عبارت از شکل اول فاصله بین مولکول ها بسیار کم بوده و شکلشان متغیر نیست، شکل ثابت میداشته باشن، جامد میباشن. در شکل شماره دو حالت مایع فاصله مولکول ها نسبتا زیادتر میباشن. و در شکل شماره سه حالت گاز را تشکیل داده که در این حالت فاصله بین مولکول ها زیاد می باشند. و عرض کردیم که شکل معین نداشته و شکل ظرف را بر خود می بیرند که مشخصا در این حالت شما می تانین با وضوح این سخن را ببینید. قسمت بعدیش نکته شماره سه یا شماره سه حالت گاز. شماره سه در این حالت ماده در این حالت شکل حجم معین نداشته، قوه جذب بین مولکول های آن بسیار ضعیف بوده و فاصله مولکولی آن نیز زیاد می باشند. شما مشخصاً باز هم در این تصویر حالتی از ماده را می بینید دوستان. سالهای گذشته ما هم از این قسمت دو تا سوال کنکور داشتیم. سوال اول آمده، در کدام حالت ماده بیشترین فاصله مولکولی موجود می باشند؟ دوستان چهار تا گزینه ما می داشته باشیم. گزینه اول جامد، دوم مایع، سوم گاز، چهارم هیچ کدام. پس بنابراین همیشه تلاش کنین دوستان گزینه‌ای را انتخاب کنین که دقیق ترین باشد. ما در اینجا در کدام حالت ماده بیشترین فاصله مولکولی وجود دارد؟ در حالت گاز موجود می باشند. سوال دوم، ماده در کدام حالت دارای شکل و حجم معین نیست؟ باز هم دوستان عزیز، در حالت جامد شکل جسم معین، اما در حالت مایع دوستان شکلش معین نبود اما حجمش معین بود. اما در حالت گاز نه شکل معین داشتیم نه حجم معین می داشته باشیم. پس بنابراین ماده در کدام حالت داره شکل و حجم معین نیست؟ پس می تانیم دقیق ترین گزینه گزینه سوم هست. پس می تانیم بگیم گزینه سوم گزینه درست ما می باشن. موضوع بعدی مهم صحبت کنیم خواص ماده. به صورت کلی گفته می توانیم که ماده در طبیعت دارای دو خواص می باشند. یک خواص فیزیکی، دو خواص کیمیاوی. یا می توانیم بگیم دوستان ماده در طبیعت دارای دو حالت بوده، یک خواص کیمیاوی، دو خواص فیزیکی می باشند که ما هر کدام این خواص ها را به طور جداگانه به وضوح خواهیم خدمت شما ارائه نماییم. اولین موضوعشان خواص کیمیاوی ماده چیست؟ خواصی است که تغییرات در اصل ماده قابل مشاهده است. یا بهتر میتونم بگیم خواص کیمیاوی ماده خواصی است که تغییرات در اصل ماده قابل بحث میباشند یا قابل مشاهده میباشند. مثالای خیلی زیاد رو میتونم ارائه کنیم.
اولین مثال از اینا رو میتونیم یک مثال خیلی ساده بگیم. همه ما شما هر روز با اون سر و کار میداشته باشین. یک مثال آسان عامیانه، مثلا شما برنج خام را، برنج خام را میخوایم ببریم خانه بپزیم، پس برنج خام به برنج پخته تبدیل میشه. خواص در اینجا خواص کیمیاوی ماده است. چرا خواص کیمیاوی؟ چون تغییر در اصل ماده به وجود آمد. بیاییم ما برنج پخته را پس دوباره به برنج خام تبدیل بسازیم، امکان ندارد. مثال های خیلی زیاد ما میتونیم داشته باشیم. مثال دیگه از اونا بسیار مثال ساده، عبارت از تبدیل شدن چوب به خاکستر میباشند. شما چوب را بتوانید دوستان حرارت بدین، چوب حالت جامد به خاکستر تبدیل میشن. پس دوباره نمیتوانیم خاکستر را به چوب تبدیل بسازیم. پس این عبارت است تغییر در اصل ماده است که عبارت از خواص کیمیاوی این باشد. نکته بعدیش یا نکته شماره دو، خواص فیزیکی ماده. ماده در این حالت دارای ماده در این حالت یا خواص ماده در این حالت دوسا خواصی هستند که تغییرات در ظاهر ماده قابل مشاهده این باشند. تغییرات در ظاهر ماده قابل مشاهده این باشد. مثال خیلی زیاد داریم. آسان ترین مثال را میخوام اینجا براتون نشون بدم. دقیقاً تخته ما رنگ سفید میباشند. من میخوام تغییر در ظاهر را ببینم، تغییر فیزیکی را ببینم. میتونیم این تخته را به رنگ سیاه در بیاریم، پس این میشه یک تغییر میشه. اما کدام تغییر؟ تغییر ظاهری یا خواص فیزیکی ماده میباشند. خواص فیزیکی ماده میتونیم مثال های خیلی زیاد داشته باشیم. دقیقاً همین آلی که ما تصویر را نشان میدهیم این یک وسیله است. ما میتونیم با شکستاندن این خواص فیزیکی را ببینیم. مثلا خواص فیزیکی شامل مراحل خیلی زیاد و انواع خیلی زیاد میباشند. یک از اونها میتونیم دوستان حالت سه‌گانه ماده باشد. حالت سه‌گانه ماده میباشد. حالت نقطه ذوبان، نقطه غلیان، نقطه انجماد، تراکم، تسعید، تبرید، رنگ، بو، ذائقه، کتله، وزن، کثافت و غیره که هر کدام آنها را به طور جداگانه خدمت شما خوبان ارائه خواهیم نمود. از آن همین شما دانش آموزان محترم خواهش مندیم که در جریان درس حتما یک قلم کتابچه پیشتون باشد. نکات رو که به شما ارائه میکنیم نکات بسیار مهم و سازنده است که میتونه شما را در درس های مکتب مخصوصا شما کنکوریان را کمک نماید. حتما این نکته را باید داشته باشید. اولین موضوعی را که از قسمت خواص ماده میخوایم ارائه کنیم، شش تعریف را در یک تصویر میخوایم به شما بیاریم. شش تعریف را در یک تصویر بسیار ساده، بسیار راحت به شما ارائه خواهیم نمود. موضوع رو که میخوام اینجا اشاره کنیم دوستان، اول می در شکل تصویر میبینیم دوستان. ما عرض کردیم که ماده در طبیعت دارای سه حالت میباشند. این حالت، حالت اولشان حالت جامد. از حالت جامد حالت بعدی میتوانیم حالت مایع جسم را داشته باشیم. شما را بعدش میتوانیم حالت گاز را مشاهده کنیم. خوبان، اگر که دقت کنیم، بیشتر دقت کنیم، میتونیم موضوعات رو خیلی ساده یاد بگیرین. همیشه این سخن را فراموش نکنین. کیمیا مضمون یاد گرفتنی است، حفظ کردنی نیست. حالت جامد، اگر به جسم جامد حرارت بدیم، این جسم از حالت جامد به مایع تبدیل میشن که این حالت را به نام نقطه ذوبان یاد میشود. پس تبدیل شدن جامد به مایع به نام نقطه ذوبان یاد میشود. اگر بخواهیم حالت مایع به گاز تبدیل بده، بنابر آن را باید حرارت بدهیم. پس تبدیل شدن مایع به گاز این را به نام نقطه غلیان یاد میشود. به نام نقطه غلیان یاد میشود. همچنان بعضی از این را میتونه همچنان به نام تبخیر نیز اشاره کنیم. اما باید داشته باشین که نقطه غلیان با تبخیر تفاوت هم میداشته باشن. تفاوت نقطه غلیان و تبخیر در چی هست؟ تبخیر درجه ای هستن که امکان دارد به هر درجه یک جسم تبخیر نماید. مثلا آب با بالاتر از 0 درجه تبخیر می شود. پس ما می تانیم اون را نقطه غلیان گفته نمی تانیم. چرا؟ نقطه تبخیر نقطه مشخص نیست. می تانه 0 درجه باشد، 10 درجه سانتیگراد باشد، می تانه 20 درجه سانتیگراد باشد. اما نقطه غلیان مشخص است. هر جسم نقطه غلیان مشخص می داشته باشد. مثلا آب نقطه غلیان آب مشخصا 100 درجه سانتیگراد می باشند. آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید، اما نقطه تبخیر آن فرق می کند.
نکته شماره بعد. پس دو تعریف رو ما اینجا یاد گرفتیم. اول ذوبان، تبدیل شدن جسم جامد به مایع به درجه حرارت میگیم ذوبان. تبدیل شدن مایع به گاز را نقطه غلیان یاد میکنیم یا تبخیر. فرق تبخیر با غلیان در همین نقطه است. نقطه‌ای که درجه غلیان نقطه مشخص است، گفتیم آب در 100 سانتیگراد غلیان میکند، اما نقطه تبخیر مشخص نیست. آب با بالاتر از 0 درجه در هر درجه حرارت امکان دارد تبخیر نماید. نکته شماره بعد، تعریف شماره بعد دوستان، اگر جسم جامد به مایع تبدیل شود، این را میگیم نقطه تراکم میگیم. پس تراکم یک از تعریف هاش دوستان، تبدیل شدن گاز به مایع باشد. نقطه شماره بعد یا تعریف شماره 4، تبدیل شدن مایع به جامد، این را به نام نقطه انجماد یاد میکنیم. پس میتونیم تعریف کنیم نقطه انجماد مقدار درجه حرارتی که جسم مایع را به جامد تبدیل بسازد. خب موضوع بعدیش دوستان محترم، اگر جسم جامد مستقیما به گاز تبدیل شود، اگر جسم جامد مستقیما به گاز تبدیل شود، این را به نام نقطه تصعید یاد میکنیم دوستان. پس تصعید عبارت از تبدیل شدن جسم جامد به گاز میباشد. مثال از اینها را میتونیم خیلی زیاده را کنیم. اولین مثال از اینها را میتونیم نفتالین را ارائه کنیم. نفتالین یکی از مواد هستند که خاصیت تصعید را دارد، مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشود. تصعید. نکته شماره بعد یا مثال بعدیش را میتونیم آیودین را ارائه کنیم. آیودین نیز خاصیت تصعید را دارد که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشود. و نکته شماره بعد، اگر که جسم گاز پس دوباره به حالت جامد تبدیل گردد، این نکته را به نام تبرید یاد میشوند. نکته را به نام تبرید میکنیم. پس بنابراین تبدیل شدن گاز به جامد به نام تبرید یاد میشه و تبدیل شدن جامد مستقیما به گاز به نام تصعید یاد میشود. مثال از تصعید را ارائه کردیم که عبارت از نفتالین یا آیودین همین خواص را میداشته باشد. اما تبرید، مثال از تبرید را هم ارائه کنیم. مثال از تبرید، بهترین نمونه مثال از تبرید را میتوانیم این را ژاله را فرض کنیم. ژاله حالتی هستند که مستقیما از گاز به جسم جامد تبدیل می شود. در سالهای گذشته ما سوال فرم کنکور از این قسمت هم داشتیم. سوال اول آمده، پدیده تبدیل شدن جامد به گاز عبارت است. گزینه اول تبرید، گزینه دوم غلیان، گزینه سوم ذوبان، گزینه چهارم تصعید. همواره تلاش کردیم. شما محترمان، شما کنکوریان عزیز، تلاش کنید گزینه ای را انتخاب کنید که اون گزینه جواب دقیق شما باشد. پدیده تبدیل شدن جامد به گاز عبارت از تصعید می باشند. دنبال گزینه درست بگردین. تبرید 2، غلیان 3، ذوبان 4، تصعید. بناهن مطمئنن شما خوبان گزینه تصعید را خواهی انتخاب کرد. شماره 2، تبدیل شدن جسم جامد به مایع. تبدیل شدن جسم جامد به مایع به نام نقطه ذوبان یاد می شود. گزینه اول داریم انجماد، دوم تبرید، سوم تراکم، چهارم نقطه ذوب یا ذوبان. پس می توانیم اینجا هم گزینه چهارم را تیک کنیم. همونطور گفتیم خواص فیزیکی شامل اجزای مختلف داشت، خواص فیزیکیش مختلف داشت، که انشاءالله با امید خدا موضوعات بعدیش که شامل موضوعات بعدی می شود در برنامه های بعدی خواهیم با شما ارائه کردیم. موفق باشین، پیروز باشین، کامگار باشین، روز خوش.